با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرین‌مهر هستم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. بله، پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه صرفا اطلاع رسانی، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی نباید بسابید. اگه مشورت حقوقی میخواین لطفاً با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید تماس بگیرید تا مشکلاتتون با امید خدا حل بشه. خب آقای دکتر، حالتون خوبه؟ با امید خدا؟ الحمدلله، شکر خدا. بله، ایام خوبیه، فصل تابستونه. اصلا بریک هم دارین شما؟ یعنی بگید دادگاه به دادگاه میخوام برم مسافرت؟ بله، اتفاقاً از امروز بریک ما شروع میشه برای مدت 10 روز. دفتر بسته است، یعنی دقیقاً از 28 جولای تا هفته اول اوگست ما بسته است. شما دو تا فرزند هم دارین، اونا هم مثل که تو کار وکالت هم؟ بله، جفتشون بله، جفتشون وکیل هستن. اینجا یا آمریکان؟ آمریکا. هر دو تا آمریکان؟ بله. بسیار، خانواده وکیل. به هر حال خوشحالیم که یک خانواده ایرانی همه جوره اوکی، تحصیلات عالیه دارن و در خدمت جامعه. آقای دکتر، وضع دادگاه ها چطوره؟ هنوز دعواهای زن و شوهر ها سر جاشه؟ خب ببینید، تا زمانی که انسان هست و ملزم هستش که یک رابطه حقوقی رو برقرار کنه با فرد دیگه ای، اگر در کانادا زندگی میکنه، اون فرد میتونه زن باشه یا میتونه همجنسش باشه، یعنی همجنس مخالف باشه، جفتشون زن و شوهر باشن، یا دوتا مرد باشه یا دوتا زن باشن که بخوان ازدواج بکنن، به طب روابط حقوقی که برقرار میکنه همه جا، همیشه یک جا رابطه حقوقی با یک مشکلی مواجه میشه، با یک سوء تفاهمی مواجه میشه که اون سوء تفاهم تبدیل میشه به اختلاف و اختلاف ممکنه منجر بشه به جدایی و ممکنه که اون جدایی منجر بشه به اینکه افراد یکی بخواد حق دیگری رو بر اساس قوانین نده و به طب ملزم میشه که پرونده ارجاع بشه به دادگاه. بله دیگه، در طول زندگی مشترکشون اونا یه چیزی به دست میاد و این باید تقسیم بشه، تقسیم اموال که سهم کی چقدره، سهم کی چقدره. دقیقا پیش میاد که مثلا سهم یکی بیشتر از اونی که بشه بنا به چه دلایلی، مثلا ارثی داشته باشه، سهم یک نفر میتونه به این صورت باشه که اموالی که در طول ازدواج دو نفر به دست میارن، اون اموال که ناشی از کار خودشونه و تحصیل زحماتی که کشیدن، ماحصل زحماتی که کشیدن باشه، اون مال باید تقسیم بشه. ولی اگر که یکی بهش ارث برسه و یا یکی بهش هدیه‌ای داده بشه و اگه مایله که اون هدیه تقسیم نشه یا اون ارث تقسیم نشه، من پیشنهاد می‌کنم حتما با یه وکیل مشورت کنه که شرایط استثناءات رو ببونه. اگر استثناءات مطلب حل بشه، اون ملک قابل تقسیم نیست. صحیح. یعنی این نیست که ما بگیم چون ارث نباید تقسیم بشه، بلکه باید شرایط خاصی رو داشته باشه علاوه قوانین ما، که اگر اون رعایت اون شرایط باشه قابل تقسیم نیست و میتونه فرد اون اموال خودش رو نگه بداره به صورت، ولی ما باقیش باید تقسیم بشه. آره، مثلا ممکنه پدر دختره بگه که من اینو به زندگی شما میدم، به شما میدم، ولی از طرف پدر دختر است، ولی وقتی به جفتشون داده بشه اون موقع مال جفته میشه. مال جفته، مگر اون وقت باید ذکر بشه که فقط مال دخترمه؟ ما وارد بحث ادله میخوایم بشیم. ما در حالی که بحث ادله بحث پیچیده ایه و فکر میکنم که از حوصله برنامه یک ساعت هم ممکنه فراتر. خب از اون بخش میگذاریم، ولی چیزی که هست اینه که کلن اینه که اگر که ما باید بدونیم، به نظر من در همین حد اگه بدونیم شاید بتونیم مراحل بعدی رو با کمک یک وکیل مجرب تو این زمینه که کار میکنه حلش کنیم. ولی تو این حد بدونیم که اگر ملکی یا مالی
به یک فرد میرسه اگر ارثیه باشه یا ارثیه نباشه، هدیه باشه، این ملک یا اموال میتونه قابل تقسیم نباشه. میتونه، نه اینکه هست. دقت کنیم بین تونستن و هست دو تا بحث مختلفه. میتونه قابل تقسیم نباشه به شرط که شرط قانونی رو حفظ بکنه. حالا اگه در این که اموال بعدی طبق قوانین میباید تقسیم بشه، به طور اگر شما با فردی داری زندگی میکنی و اون فرد پارتنرته که کامل لا محسوب میشید، شرایط قانونی فرق میکنه. اگر که از کامل لا بیایم بیرون به صورت ازدواج رسمی باشه که امروز ما میبینیم در کانادا دو نفر که از یک جنسیت هستن یا دو تا مردن یا دو تا زنن، این افتخار رو دارن واسه خودشون که بتونن این ارتباطشون رو به صورت ازدواج در بیارن. به نظر من کار قشنگی هم میتونه باشه. این دو نفر باید چیز بکنن، اگر به اختلاف میرسن حتما باید وکیل بگیرن که بگن که در کجا کی ملک مال کیه، یا بالعکسش اگر که وارد ازدواج به هر نوعی شدن حقوق خودشون رو بدونن که در زمانی که اختلاف پیش میاد بدونن که چه حقوقی میتونه به دست بیاره. آره، فکر این الان ازدواج به کامن لا و ازدواج رسمی فقط به امضا بستگی داره دیگه، نه؟ نه، بحث امضا نی، بحث اینه که دو نفر میخوان زن و شوهر باشن یا دو نفر میخوان پارتنر باشن. یکی میگه آقا جون من مایلم که وقتی با هم دیگه زندگی میکنن زن و شوهر یا چی، فقط اون مسئله امضا و سندیته، وگرنه با هم که ازدواج میکنن ممکنه بعدا به مرحله برسه که بیا مثلا یه جوری بگم شاید راحت تر بشه. شما 500 هزار دلار میذاری روی میز، بنده 500 هزار دلار رو برمیدارم خونه رو هم نشون میدم میگم این خونه است، برو بشین، شما میری میشینی. آیا شما مالکی یا مستاجری؟ سوال اول از شما به عنوان یک فرد عادی. شما این که بسیاری به شما داره که اونو 500 دلار به حساب اینکه گرفتی که به من بفروشی یا اینکه به عنوان چیز، قبلا باید شرایط ذکر بشه که این اجاره شما میگی من نه خیلی راحت بهتون میگم، شما میگی من یه خونه میخوام که توش بشینم راحت باشن، همون حرفا که با ایجنت. ولی چون امضا نمیشه مثلا اجازه بدیم بریم جلو مسئله رو مطرح کنیم، چون شما بیننده رو داریم به تبع بیننده باید متوجه بشه بحث چیه. شما میری پلو یه ایجنت میگی من یه خونه میخوام اینجوری بشه اینجوری بشه، نمیگی میخوام بخرم، نمیگی میخوام بفروشم، ایجنت هم ازت سوال نمیکنه. بعد خونه رو به شما نشون میدن، شما میبینی میگی اوکی، میگه خب پس اینکه من بتونم برم تو این خونه بشینم چقدر میشه؟ میگی 500 هزار دلار. میگی نه 500 هزار دلار. میری میشینی. خب یه موقع هست میایی میگی که من میخوام یه خونه اجاره کنم، به تبع بحث اجاره که پیش میاد شرایط فرق میکنه، قانون فرق میکنه، همون خونه است هنوز ولی بحث اجاره است علاوه قانونی. شما میگی اوکی چقدر باید پول پیش بدم، چقدر باید ماهانه بدم و حالا چیکار باید بکنم؟ بعد سند میذارن جلوت، بعد امضا بکنی. یه موقع هست که میگه میخوام بخرم، میگن آره این خونه است، این شرایطو داره، 400 هزار دلار هم هست، تو این مدت بعد بدی و و و و. شما ببینید، شما وقتی که رابطه حقوقی رو داره برقرار میکنی، بحث یه زن و شوهر با بحث کامل رو تنها یه امضا نیست. شما خودتون نه بحث رسم هم نیست، بحث اینه که من رسمیت میده، میگن بحث اینه که من چه قانون رو هم دارم قبول میکنم، چه قوانینی میتونه در رابطه من با این فرد در آینده حاکم باشه. اگه زن و شوهر باشم یه تعهداتی هست تو کار، قوانین فامیلی لا پیش میاد، قوانین دیورس پیش میاد. ما در کانادا دیورس اکت داریم که اگه دو نفر جدا شدن تابع این قانونه، حتما باید جدا بشن و باید ازدواج کرده باشن تا دیورس اکت روشون عمل بکنه. بحث یه امضا نیست، ولی کامن لا اینطور نیست. همین میخوام عرض کنم، در اونجا شما تابع یه سری قوانینی هستید که به دادگاه قدرت بیشتری میده، اجازه میده که قاضی دخالت‌های بیشتری بکنه. وقتی یه زن و مرد تصمیم میگیرن که اصلا یه زندگی رو شروع کنن، میرن با هم زندگی رو شروع میکنن، مشترکاً میرن میشینن توی خونه شروع میکنن ازدواج سفید. حالا تو ایران میگن ازدواج سفید، نمیخوام اسم بذارم راجبش، فقط میخوام بگم این رابطه وجود، وقتی که ازدواج نکردن، لایسنس مریج نگرفتن، مراسم توسط یک فرد معتبر از لحاظ قوانین کانادایی یا قوانین هر کشور دیگه ای که فرد مجوز داشته باشه که
امضا رو بکنه و ثبت بکنه اینها صورت نپذیرفته باشه، میشه اینی که کامل لا. فرق کامل لا با گرفرند اینه که در کامل لا ما گفتیم خب اگر اینا 3 سال با هم زندگی کردن و این کردن، گرفرند بویفرند تبدیل میشه به کامل لا. در حقیقت بویفرند گرفرندن دیگه، با هم زندگی میکنن. بله، ما اومدیم یه اصطلاح قانونی گذاشتیم همون بویفرند و گرفرند سابقا که با هم زندگی مشترک کردن، بهش گفتیم کامل لا اثبات. گاهی هم بچه دار میشن داره همین حالت گرفرند بویفرند. مسلمه بالاخره وقتی که با هم زندگی مشترک دارن. بچه‌ها استاتوس قانونشون چی میشه؟ بچه‌شونن، فرزندشونن. اون وقت از نظر اون به اصطلاح چارت سپورت و حمایت از تمام یکیه. خوشبختانه در کانادا فرقی بین این نیست که این بچه ناشی از مریج یا ناشی از کامل لا اسپازه. بچه‌ها حق دارن که از تمام حقوق بچه‌ها نسبت به والدینشون استفاده کنن. فرقی نمیکنه که پدر مادر ازدواج کرده باشن یا کامل لا باشن. در مورد اونا با بچه‌های دیگه فرق نداره. نه، و دادگاه حکم علیه کسایی میدن که رابطه برقرار کردن با کسی، بچه به وجود اومده، مسئولیت بچه رو گذاشتن رو دوش. این در کامل لا که اینا زندگی کردن به خاطر این شروع کردن. ما در روابط معمولی هم داریم که بعضی موقع پرونده‌ای هست که فرد رفته توی پاپ نشسته یه شب و با یه فردی رفته، حالا اون فرد حامله شده، بچه به دنیا اومده، مسئوله، مسئولیت داره. نمیتونه بگه بابا من کجا، من یه شب بود نمیدونستم چیکار کردم. میدونی چی میگم؟ مسئولیت داره در مقابل بچه، چون بچه گناه نکرده. بله، به وجود شده، باعث به وجود اومدنش شده، بنابراین و باید پیامدش رو داشته باشه. کسایی که به وجود آورنده بچه هستن، اون آقا و اون خانم، نمیتونیم بگیم پدر مادر، پدر مادر بچه میشه ولی زن و شوهر نیستن. اون پدر مادر مسئولیت اینو دارن که باید از اون بچه هزینه های بچه رو بدن و مسئولیت های قانونیشون رو اجرا کنن. ولی در کامن لا اسپاز پس یه سند امضا نیست که ما میگیم با یه امضاست. به نظر من دیدگاه اشتباهه، بلکه اینه که ما عدم امضامون در اون سند یعنی که ما نمیخوایم تابع یه سری مقررات بشیم و فکر میکنیم که نباید بشیم، که این رو یه سری کسایی که انجام میدن که دوست ندارن مسئولیت داشته باشن. واسه یه عده خوبه، واسه یه عده بده. من فردی نیستم که بگم آگه این کار درسته یا این کار غلطه. من فقط به عنوان وکیل باید عرض کنم که شرایطتون فرق میکنه، لحاظ مالی، لحاظ حقوقی، در تقسیم اموال فرق میکنه. ولی در مسئله اسپازول سپورت، اگر شما فردی هستی که با کسی داری زندگی میکنی و 5 سال 10 سال سابقه مشترک داری، به طب اون فرد باید مطمئن باشه که بهت اسپازول سپورت تعلق میگیره. نه تنها بسه بچه ها چارت سپورت تعلق میگیره، برای خودت هم اسپازول سپورت تعلق میگیره. میتونی به دادگاه مراجعه کنی و شرط رو مطرح کنی و سریع عدادگاه بخوایی که کمکت بکنه و تعهدات رو به فرد ارائه. تفاوتش با این دوتا با هم دیگه چه فرق داره از نظر اسپازور سپورت؟ آیا کمتر سپورت میشه؟ نه، it's the same. یکیه. آیا دکتر، اون وقت کسانی که دو نفر زن شوهر یا دوتا کامن لا که با هم دیگه زندگی میکنن، آیا بستگی داره به این که کدومشون کار میکنه یا شرایط زندگیه؟ ببینید در اسپازور سپورت، نه بگی من مثلا من کار کردم، من پول در آوردم، مسلمه. ببینید بخش اسپازور سپورت در دو تا کیس یکیه. یعنی اگر یک فرد چه ازدواج کرده باشه، سندی رو امضا کرده باشه و تعهداتش بره تا فامیلی لا، چه نه در قسمت به اصطلاح کامل لا اسپاز باشه، تعهدات فرد در ارتباط با اینکه باید اسپازور سپورت بگیره یا بده یکیه به نظر من. یعنی فرق نمی کنه که یه خانومی با یه آقای ارتباط داشته، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه داره. خب این فرد اگر در طول ازدواج کار نکرده، در طول زندگی منظورم میخوام، در طول زندگی مشترک کار نکرده، چه فرق میکنه که ازدواج کرده باشه یا ازدواج نکرده باشه؟ به طب شامل تمام اون مسائل تقسیم به اصطلاح اسپازول سپورت میشه، در اون تقسیم بندی هایی که هست و تعریف هایی که وجود داره، فرد کوالیفای میشه که ببینه که بهش پولی تعلق گیره، اگه میگیره چقدر هست. حالا اون بستگی به موکل داره که بخواد بگیره یا نگیره. من یه آقایی بود دفتر من چند هفته پیش،
من حساب کردم که از خانومش میتونست مبلغ قابل توجه اسپانسر ساپورت بگیره. سوالی خودش خوشش نمیاد. وقتی باهاش صحبت کردم گفتم که همین که گفتم که ببین میتونی از خانوم بری پول بگیری. گفتش که آخه یه جوری میشه. گفتم برعکسش کنیم. الان شما این درآمد داشتید به جای ایشون. ایشون شما چیکار؟ شما چیکار میکردید؟ گفت خب با کله میومد میگرد. گفتم خب الان هم بسید شما هست. و شما میتونید اسپانسر سپورت از پارتنرت بگیرید. ولی آیا میتونی بگیری یا نمیخوای بگیری دو تا بحث مختلفه. وظیفه من هست که میگم میتونی بگیری. حقت هست که بگیری. و قوانین به شما این اجازه رو میده که شما این ادعا رو داشته باشی و به دادگاه صالحه مراجعه کنی و بگی آقا من این حقمه که داشته باشم. دادگاه بر اساس قوانین حق داره که پرونده رو رسیدگی کنه و نظر بده چه شما گیرنده باشید چه پرداخت کننده باشید. به نظر من هست. ولی خودشون مایل بودن گفتش که یه جوری میشه حتی مطرح بشه. خب من به عنوان وکیل باید مطرح کنم، به عنوان وکیل حقش رو باید بگه دیگه. حالا دست خودشه که یا میبخشه یا اینکه نگیم خب ما نگلیجن کردیم، یعنی اینکه بلد نیستیم کارو. و بهتون بگم دادگاه هم واسه شون مطرح هست. من در یه پرونده تقریبا 8 سال پیش واسه یه آقای مای 2500 دلار اسپانسر سپورت گرفتم و وکیل مقابل میگه موکل من باید چرا باید اسپانسر سپورت بده؟ قاضی همین رو میگه ما اینجا بحث این داریم که اگر این الان خانم بود من باید حکم میدادم دیگه. حالا آغاز حکم میدم چه فرق واسه من میکنه؟ من باید حکم بدم. تو اینجا داری سکسیست برخورد میکنی که میاد رو جنسیت دست گذاشتی و چیز بشه. یه دادگاهی توی ماه جون داشتم راجع به اسپانسر سپورت نبود ولی یه چیز شبیه بحث قانونی بود که فرد داد میزد که به اصطلاح عده موکل من اونجا خانم بود مال ایشون آقا بود. میگه موکل من اگه بخواد این تعهدات رو اجرا کنه این مشکلات واسش پیش بیاد، مشکلات پیش میاد و به تبع دادگاه باید رعایت نکنه. بعد قاضی برگشت گفت که خب حالا یه سوال دارم، اگه موکل تو این حقوقو داشت چیکار می‌کردی؟ آیا باید این آرگومنت ارائه میدادی امروزه اگه این قرارداد به نفع موکلت بود؟ و به خواست خیلی محترمش گفت که به نظر من میاد که تو سکسیست داری برخورد میکنی. بحث قانونی تو این نیست که خود وکیلش یه مدار شکر شد که خواست اینجوری گفت تو به نظر من تو اینجا داری سکسیست برخورد میکنی، این تعهد رو گرفتی و باید اجرا کنی. صحبت زن و مرد نیست که، صحبت انسانی، چه زن چه مرد. دقیقا، یعنی میخوام بگم که خوشبختانه این مطلب رو ما تو دادگاه ها داریم که دادگاه ما بحث و قانونی مطرح میکنن، بحث این مطرح میکنن که آیا این حقوق وجود داره یا نداره، اگه داره به کی باید برسه. آره صحبت زن و مرد نیست. نه در دادگاه سوپریر کورت معمولا بحث مطرحه که قضات ما به عنوان رول مدل دارن مطرح میشه و در دادگاه سوپریر کورت قضات خیلی مراقبن که حقوق مردم رعایت بشه، چه مرد بشه چه زن بشه. چون خودش میخوام بمونه یک قوانین کننده، خب یک قوانین کشور مدرنیه. درسته شما همینه دیگه. وقتی که میگیم که بین زن و مرد فرقی نیست، بنابراین حق حقوق اونا هم باید مساوی باشه. به هر حال هر کی، خب کسانی هستن علمای دین هستن که میگن زن نصف مرد باید نرفت. خب داستانش خوشبختانه در کشور دموکراسی دین نیستن، اونا احمقهایی هستن که برای اینکه کشور رو اداره کنن به زنان توهین میکنن برای اینکه به خودشون شخصیت بدن، از گردونه خارج میکنن. بله. وگرنه زنای ایرانی ماشاءالله، خانم های ایرانی میشه گفت، خانم های ایرانی ماشاءالله مدیر با شخصیت پروفشنال در رده های مختلف ثابت کردن که افرادی هستن باهوش، با دقت، از هوش سرشاری برخوردارن الحمدلله. و در کانادا ثابت کردن که میتونن در مقام های مختلف علمی و پروفشنالی حرف اولو بزنن و این افتخار ما هست که خانم ما باهوش هستن، مدیر هستن، مدبر هستن و صبور هستن و میتونن ثابت بکنن که ممون یک از آقایون کم ندارن. بله، در سراسر دنیا خوشبختانه افتخار آورین بودن، همه جوه توی رسانه ها هست. و گرچه تو ایران
یه چنین فرصتی ندارن ولی باز نگاه میکنه در ورزش، در اقتصاد، در علم و علوم و اینا به اصطلاح افتخار آفرین بودی. به هر حال سپاسگزارم از شما آقای دکتر، وقت ما متاسفانه تموم شده. مرسی از اطلاعاتی که دادید. با تشکر از شما آقای زریم‌مهر و همچنین با تشکر از بچه های اتاق فرمان که دارن این برنامه رو ضبط میکنن و همچنین با تشکر از شما بینندگان محترم تلویزیون آی‌تی‌سی که این برنامه رو دارین در سرتاسر دنیا ملاحظه میکنید. از اینکه بیننده ما بودید از شما سپاسگزاریم و تا برنامه بعد خداحافظ. خداحافظ.